روز نیمه رجب روزی است که خدای متعال عنایت خاصی به بندگان میکنه. من این روایت رو که مرحوم سید ابن طاووس نقل کرده رو میخونم و بعد میخوام از همین روایت در این راستا هم استفاده کنم. مرحوم ابن طاووس میفرماید من در بعضی از کتب به اسنادش یافتم این روایت رو که قال آدم علیه السلام یا رب اخبرنی به احب الایام الیک و احب الاوقات. حضرت آدم عرض کرد خدایا محبوب ترین روزها و زمانها را به من معرفی کن. فاوحى الله تبارک و تعالی الیه یا آدم احب الاوقات الی یوم النصف من رجب، بهترین روزها روز نیمه رجبه. یا آدم تقرب الی یوم النصف من رجب به قربان و ضیافت و صیام و دعاء و استغفار و قول لا اله الا الله. روز رجب، روز نیمه رجب با کارهایی که تقرب به من میآورد، با میهمانی، با روزه، دعا، استغفار و ذکر شریف لا اله الا الله به من تقرب بجوی. یا آدم انی قضیت فی ما قضیت و سترت فی ما سترت، انی باعث من ملدک نبی لا فظ ولا خلیظ ولا سخاب فی الاسواق، حلیم رحیم کریم علیم عظیم البرکه، اخصه و امته به یوم نصف من رجب. ای آدم فرزندی رو از نسل تو من به نبوت مبعوث میکنم که نه درشت خوست، نه بد اخلاقه و نه در کوچه و بازار اهل فریاد زدنه، حلیمه، مهربانه، بزرگواره، بسیار دانشمنده و برکت بزرگی همراه اوست. او را و امتش رو من مخصوص قرار دادم به روز نیمه رجب. لا یسالونی فیه شیئن الا اعطیتهم، اون روز از من چیزی نمیخواهند مگر اینکه به اونها عطا میکنم. ولا یستغفرونی الا غفرت لهم، اگر طلب مغفرت بکنن از من در اون روز اونها رو خواهم آمرزید. ولا یسترزقونی الا رزقتهم، اگر روزی طلب کنند از من اونها رو روزی میدهم. ولا یستقیلونی الا اقلتهم، اگر میان در خونه من یا خدایا بیا معامله رو از اول با ما هم جور کن. ببخشید حالا اون وقتا که ما بازی میکردیم گاهی که میبینیم خیلی باختیم میگفتیم از اول درست؟ تا حالا هیچ. استقلال معنیش اینه. حالا یستقیلون الا عقلتون. لا یسترحمونی الا رحمتهم، ای طلب رحمت میکنه یا خدا ما رحم کن، من به اونها رحم. یا آدم من اصبح یوم النصف من رجب صائما ذاکرا خاشعا حافظا لفرجه متصدقا من ماله لم یکن له جزاء عندي الا الجنه. ای آدم اگر کسی روز نیمه رجب روزه بدارد، یاد من کند، اهل خشوع باشه، دامن خودش رو از گناهان پاک نگه داره، یه صدقه هم از مالش بده، جزاء او پیش من جز بهشت نخواهد بود. تا اینجا همش امیده،
یه هشدارم در پایان هست. یا آدم قل لولدک ان یحفظوا انفسهم فی رجب فان الخطیئه فیها عظیمه. ای آدم به فرزندانت بگو خودشونو تو مارجب جمع جور کنن، گناه نکنن. گناه خیلی بزرگه.